اون چی که در فیلم مورد نظره این هستش که رابطه بین سید و قدرت، یعنی اون انقلابی روشنفکر و این انسان از هم پاشیده نابود شده معتاد، رابطه بسیار جالب و زیبا و قابل تعمقی است، چرا که از طریق مکالمات سنگین بین این دو تن میشه فهمید که قضیه چه قراره. و به عبارتی سید بارها در مقابل قدرت مقاومت میکنه، ولی بعد از مدتی کم کم شروع میکنه به تغییر کردن. و این نکته خیلی مهمه، قدرت میتونه از طریق یک ملاقات، یک رابطه، یک دیالوگ سنگین نشون بده نقطه ضعف های سید رو و به عبارتی هولش بده این رو به سمت اینکه خود به خود دست از اعتیاد بکشه، دست از اعتیاد بکشه. و او دست از اعتیاد میکشه و نه فقط این کار رو میکنه، بلکه اقدام های جانانه و قهرمانانه انجام میده که در سطح او، در سطح یک آدم نفله داغون شده سید، بسیار زیباست. پس اینجا در واقع ما موفقیت میبینیم به عبارت اینی که این سید تونسته تأثیری هرچند محدود بروی یک آدم نابود شده بذاره و این رو دوباره به صحنه اجتماعی بیاره و به عبارتی اصلاحش بکنه. در فیلم تنگسیرم همین رو در واقع میبینیم، در فیلم قیصرم همین رو میبینیم، اصلاح نمیبینه ولی انتقام میبینه. در هر دوش قهرمان اثر خودش رو میزنه. گبس ها در واقع با فیلم، با دوران 40 و 50، با اون فضا، با اون تنش ها و واکنش های اجتماعی اون زمان بسیار میخورد. این فضای پند و اندرس که در گبس ها میبینیم، این فضای اراده برای تغییر انسان، این فضای اراده برای تغییر جامعه، این فضای اراده برای انتقام، کم 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 دهه بعد از دهه در دوران بعد از انقلاب از بین میره یا تحلیل میشه یا کم میشه. در بعد از انقلاب فیلم های متعددی بیرون میاد. ما در واقع در بعد از انقلاب چند دوره در سینمای ایران داریم، دوره قبل از جنگ، دوره جنگ و دوره بعد از جنگ. اشتباه نشه، مقصودی نیست که همه این سه دوره یک نوع پیام رو منتقل میکنه. دوران جنگ دورانی بود که ما فیلم های قهرمانانه فوق‌العاده داشتیم، ما این رو از نظر دور نداشتیم. و لزوما تمام این فیلم های قهرمانانه فیلم های دولتی هم نبودند، بسیار از کسانی که آماتور بودن فیلم های قهرمانانه درست کردن و لزوما در مسیر خواسته های دولت هم نبوده. ولی بعد از جنگ کم 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 یه فضای دیگه حاکم شد در سینمایی. در فیلم سنتوری اثر داریوش مهرجویی برعکس فیلم گوزها که قهرمان داستان میره یک معتاد تصحیح میکنه، در فیلم سنتوری خود قهرمان داستان معتاده و از هر وسیله‌ای، از پدر، مادر، از دوست، آشنا، از کسب و کار، از همسرش، از هر کسی استفاده میکنه برای اینکه پولی به دست بیاره و مواد بیشتر بخره تا ادامه حیات بده. ببین ما به کجا رسیدیم. خود قهرمان داستان معتاد. خب طبعا بازیگری بهرام رادان در این فیلم کار رو بسیار زیبا کرده. معروف شده که این فیلم در واقع برای ساختنش مهرجویی دچار مشکلات بسیار بوده و میدونین که این فیلم که انقدر پاپولار و مردمی شده، به عبارتی تا اونجایی که من الان اطلاع دارم، دوستان تصحیح خواهم کرد، هنوز به پرده نیامده، ولی تقریبا پرفروشترین فیلم قاچاق ایران، به حدی که آقای مهرجویی دیگه خودش اونطوری که دوستان اطلاع دادن یه حساب پسنداز باز کرده تو بانک داغ، هر کسی برمی‌داره این پول این فیلمو نگاه میکنه فقط برای اینکه کمکی به ما بشه، چون خرج برداشته این فیلم، یه پولی هم بفرسته برای رو این حساب ما پول می‌ذاره، یه کمکی هم به ما بکنه. به این لحاظ هنوز این فیلم که در واقع انعکاسی است، آینه ای است از بخشی از جامعه ایران،
هنوز این فیلم به عبارت قانونی نشده، اما پرفروش در این فیلم قاچاق ایران. گزارش پرفروشترین رو از مجله شهروند امروز. ماجرای فیلم، اگر اونایی که ندیدن حتما ببینن، اگر اونایی که ندیدن به هر حال اینجا براشون بگم، ماجرای نوازنده بسیار زبردستی است که در تهران بسیار مشهوره، در محله های شمالی تهران، و بعد از یه مدتی به دلیل اینکه احوالات درونیش بسیار خاص خودش بوده، ازدواج هم میکنه، ولی به هر دلیلی جواز کسبش رو ازش در واقع دولت میگیره و این آدم بعد از یه مدتی به عبارتی بیکار میشه و تن میده به کارهای نوازندگی های معمولی بدون مجوز. و این وضعیت اوضاع احوال مالی این رو هرچی بیشتر رو به خرابی میبره و اینکه کم 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 اون حالات روحیش هم این رو میکشونه به سمت اعتیاد. هرچی بیشتر پول از بعد از این دوره که جواز رو میگیرن، هرچی بیشتر پول میگیره در واقع صرف اعتیاد میکنه و همسرش رو هم در این مسیر میخواد در واقع هدایت بکنه که بره کار بکنه و پول برش بیاره و به او کمک کنه برای این کار، و میره به سمت خانواده، میراثش رو میخواد از پدرش که بتونه در واقع بیشتر دووم بیاره. دوربین معجزه آسای مهرجویی ما رو به جاهایی میبره در تهران که آدمی موقعی که این فیلم رو نگاه میکنه احساس میکنه که در درون اون مخروبه ها، در درون اون حومه های دور افتاده شهر تهران قرار داره و با اون آدم ها داره زندگی رو تقسیم میکنه. اینقدر واقع بینانه این فیلم درست شده. زندگی نکبتبار علی سنتوری فقط میتونه با دو عامل جلوش گرفته بشه. یک، خانواده که میاد بالاخره اینا خانواده دنبال علی میگردن و به عبارتی اینو میخوان نجات بدن به هر صورت که شده، و بعد با دخالت پلیس، برای اینکه خانواده موقعی که پدر و مادر و برادر اینا میخوان برن تو اون مخروبه ها و این دنبال پسرشون بگردن، انقدر این تعداد آدمایی که معتاد هستن زیادن که اینا اصلا نمیتونن جواب قضیه رو بدن، پس اینا نمیتونن بر بیان و بر همین میان یک بار اقدام میکنن که پسرشون نجات بدن علی رو، میبینن که موفق نمیشن، بعد میرن و پلیس رو میارن و پلیس موفق میشه که این آدما رو دستگیر کنه و غیره، و علی رو در یک بیمارستانی نجات بده. این دو مورد رو میخوام که برش تاکید بکنم: یک، علی به توسط خانواده، دو، به توسط دخالت پلیس نجات پیدا میکنه. اگه دقت بکنیم به این دو تا نکته برمیگردم بعداً، برای که در تحلیل هم نشان بدم که در واقع چقدر ما فاصله گرفتیم از دوران دهه 40 و 50. میبینین که سنتوری و گوست ها هر دوشون ماجرای فنای انسان هم. در سنتوری هم ما یک اعتیاد داریم، یک معتاد داریم، در گوست ها ما یک معتاد داریم، در سنتوری هم یک معتاد داریم. اما پرسش اینجاست که چرا کیمیایی در فیلم گوست ها در دهه 50 دست سید بیچاره و بدبخت و شکست خورده و معتاد رو به دست قدرت، اون قهرمان چریک روشن فکر میذاره و تا اینکه این خلاص بشه از دست اعتیاد، و مهرجویی 30 سال بعد دست علی بینوای اعتیاد معتاد رو میکشونه پاش رو تا بیابان‌های اطراف تهران، اونجایی که نکبت و قهقرایی تا مرز بی‌نهایت میره، اونجایی که کم و بیش نقطه بازگشتی نیست مگر به توسط دخالت پلیس و خانواده و نه به توسط دخالت خودش. و در تمام فیلم‌های قبل دور انقلاب می‌بینیم که در همه جا قهرمان خودش نجات میده، خودش انتقام میگیره، خودش میره اسلحه میکشه، خودش میره تقاص پس میده، خودش میره قهرمانی میکنه، نه اینکه پلیس بیاد. اتفاقا برعکس، اتفاقا در قیصر قهرمان